اون بازرس ما بود. بله بله اریک، منظور منم همینه. شاید حرفی که الان میخوام بگم شما رو خوشحال کنه، ولی به حال من فرقی نمیکنه. و اون اینه که من فکر میکنم یه چیز مشکوکی در مورد اون وجود داره. تو این مدت به طور عجیبی این فکر منو مشغول خودش کرده. به نظر نمیرسید اون یه بازرس معمولی پلیس باشه. آره حق با توست، منم همچه احساسی داشتم. تو چطور؟ به هر حال من باید بگم که رفتار اون کاملا غیر منتظره بود، خیلی گستاخ و یکدنده. اینو بگو که چطور با من حرف میزد. بهم میگو بس کنید حرف نزنید و از اینجور حرف ها. اون بایستی میدونست که من قبلا شهردار بودم، شهردار این شهر بودم، هنوز تو کارهای دولتی دست دارم. رئیس پلیس دوست منه گذاشته. از اینا طرز حرف زدنش رو با من به یاد بیار، به یاد بیار. منظورم اینه که پلیس های دیگه اینجوری با من حرف نمیزنن. من با خیلی از اونا سر و کار داشتم. پدر، ولی شما باید اینو بدونین که این مطلب در اصل موضوع تغییر ایجاد نمیکنه. البته که میکنه. نه حق با شیلاه، موضوع تغییری نمیکنه. خیلی مسخره است، اونم از طرف تو. این جریان بیشتر از هر کس میتونه به ضرر تو تموم بشه. بچه، تو به جرمت اعتراف کردی. حالا دیگه اون همه چیزو میدونه و میتونه اینا رو تو بازجویی درج کنه و بعد در موقع لازم موضوع رو به دادگاه بکشونه. وای اون نمیتونه، اون نمیتونه با من و شیلا و مادرت کاری بکنه، به جز اینکه باعث بشه ما پیش مردمی کمی همچی خجالت زده بشیم به آبرون بره. اما در مورد تو باید بدونی که اون میتونه تو رو خونه خرابت کنه. احمق. حالا دیگه گفتن این حرف و فایده ای نداره. به هر حال اون ما رو وادار به اعتراف کرد. صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا، مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir. فصل اول. خانه با در آبی، نویسنده مریم روزبهانه. بازیگران به ترتیب ایفای نقش: نگین خواجه نصیر، محسن بهرامی، بهناز بستاندوست، مهدی نمینی مقدم، محمد حسن تسئیری، رامین پوریمان، فریبا متخصص، محمد شریفی مقدم، محمد رضا علی، احمد لشینی، حمید رضا هدایتی، ماندانا محسنی، بیتا خارستانی، اکبر مولایی، کرامت رودساز، مجید سهرابی، ناهید مسلمی. کارگردان محسن قصابیان. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار رضا طاهری. کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. برو دیگه این بابا اینجوری من تا زورم به کارم نمیرسم. شهر نیست که، شده پارکینگ. بیا اینم هی زنگ میزنه. بله حمید. کجایی؟ همونجایی که یه رو پیش بودم. ای بابا هنوز تو چمرانی تو؟ چی کار کنم؟ ماشینم دنده پرواز نداره که. یه بارون برفی هم که میاد تو این چمران ماشینا میشن مثل کلاف سردرگم. خیلی خب پس ببین من میرم شبکه 4. باید به آرشیو اونجا هم سر بزنم. خیلی خب باشه برو.
برو دیگه، برو برو. چی دارم میرم دیگه؟ با تو نیستم بابا، با این ماشین جلویی من نمیدونم چرا گاز نمیده. خب پس ببین، رسیدی دفتر مجله خود صفحه دهم تا 11 به منو میشینی دیگه؟ آره آره، البته اگه برسم. خب یکی نیست بگی آخه الان وقت زنگ گرفتنت بود آقا سعید. ای گفتی الان وقت زنگ گرفتنت بود آقا سعید، من الان بی خانمان بی سر و سامان آلا خون والا خون. برو بابا. آها داره راه باز میشه. آخ نمیدونی چه حالی داره آدم وقتی راه باز میشه، یه دل سیر گاز بده همیدونی. خیلی حالا به پلیس نخوری. ببینم زنگ زدی دفتر زمین شهری بابت اون آپارتمان ها؟ آره آره، در به در همونم دیگه. فقط تا فردا وقت دارم پول ثبت نام آپارتمان رو جفت و جور کنم. باز اگه میمون برای بعد دهه فجر خیلی بهتر بود. اینجوری با این همه کاری که تو مجله هست من نمیدونم چه خاکی تو سر. چی شو سعید؟ وای زدم به یه دونه از این مدل بالا ها. ای بابا، هی میگم پشت فرمون با تلفن همراه هر تزن آده. برو بابا، آخه تو چرا وقتی من پشت فرمونم هی زنگ میزنی؟ قد کن ببینم، قد کن ببینم چه خاکی تو سرم کنم من. بفرما، اینم از امروزم. جواب این طرف تصادف رو من چی بدم؟ خیلی خوب بابا، خیلی خوب. آره چی بوقی هم میزنن، انگار تصادف ندیدن تا حالا. تو که زدی پدر صاحب ماشین رو در آوردی آقا جون. سلام، حالتون خوبه؟ خوبه، پرایت سوار بودی. اگه ماشینت وانت بود که دیگه سپر مپر و شیشه میشه و چراغ مراغ هتته. بابا واقعا ببخشید، من اصلا حواسم نبود ماشینتون هم صفره انگار. آجان بله بله، همین یه هفته پیش خریدمش. عزیز من، آخه آدم تو این هوای برفی با این حواس پرت با این اعصاب خراب پشت فرمون با تلفنم رو حرف میزنه. به هر حال الان توقف ما اینجا بیشتر باعث رابنده میشه، اگه موافقین بزنیم کنار تا پلیس بیاد. بله، یعنی شما باید موافق باشین چون من مقصرم. حالا مقصری که مقصری، آسمون که زمین نیمده عزیز من. یعنی شما اصلا ناراحت و عصبانی نیستین که ماشین مدل بالای صفرتون این نه بابا عزیز من، تو زندگی رو خیلی جدی گرفتی ها. کارمندی دیگه؟ تقریبا آره، یعنی هم درس میخونم هم کار میکنم، الان هم داشتم میرفتم سر کار. پس برو آقا جون، برو تا رئیس تو تر از تو نرسته سر کار. این رئیس ها رو که میشناسی، وقتی زود میرسی دیر میرسن، وقتی دیر میرسی زود میرسن. آقا سر رو هم نداری آزرن میکنی. چشم چشم، منتظر بودم شما بگید. میگم میخواین منتظر بشیم پلیس بیاد یه وقت برای شما؟ نه عزیزم، نه قربونت برم، نه عزیزم، بیا این کارت من بیار. اسمم مسعود افشاره. بله. هر وقت تونستی با هم تماس بگیر، با هم یه فکری میکنیم. شما تو بانکی؟ آره، مسئول وامای بانکی هم. کار بانکی هم داشتی؟ بیا بانک ما. دست شما درد نکنه، اتفاقا چند ماه معطل گرفتن یه وام بانکی هم من. زامن مامن داری دیگه؟ آره، اما تا فردا بیشتر وقت نداره. ببینم رفیق مفیق داری 10-15 روزه این مبلغ وامو ازش قرض بگیری؟ 10-15 روزه که آره، اما ماما نداره دیگه، تو ازش بگیر، بعدش هم به خودم زنگ بزن بگم مدارک تو جور کنی بیای بانک ما. بودم برات ردیفش میکنم. بانک ما از این تحصیلات مسئله تو زیاد داره. یعنی معنی نداره دیگه. آخه من هر راهی رو بگین رفتم، اما همیشه آخرش شکست بودا. شکست نکست نداریم عزیز من، اون چیزایی که تو بهشون میگی شکست فقط یه راه ناموفق هم که باید کنارشون بذاری و بری سراغ یه راه دیگه. ببین تلفنم رو کارتمه، یه میسکال بنداز برام، شمارت هم داشته باشم. دیدی عزیزم، این هم اتفاق خوب امروز تو. حالا بشین برو که بازم داره ترافیک میشه، میبینی که. خدا حافظ عزیزم، خدا حافظ. خدا حافظ. اتفاق بس کن داره دیگه. اتفاق خوب؟ یعنی یه تصادف ماشین هم میتونه اتفاق خوب باشه؟ باید به فرزانه خبر بدم. آره آره آره، به فرزانه خبر بدم.